28 آذر ماه 1399 خورشیدی و 18 دسامبر 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اعدام روح الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرامی پربیننده آمد نیوز، و مخصوصاً به آقازاده هایی که روح الله زم نخواست یکی از اونا باشه. میپردازیم به این آقازاده ها. اما قبل از شروع برنامه در این باره اجازه بدید در این بخش تقدیمی به یک قتل سیاسی دیگه بپردازم، خودکشی یک کارگر به دلیل اخراج. 5 روز بعد از مراسم عقدش خودکشی به دلیل شرایطی که نظام سیاسی حاکم برای یه نفر به وجود میاره. این شرایط رو وقتی نظام حاکم به وجود میاره، مگر جز قتل سیاسی است که مسئولش مسئولان جمهوری اسلامی هن. چه دلیلی داشته خودشو بکشه که 5 روز قبلش عقد میکنه و امید داشته که ادامه پیدا میکنه کارش با کشت و صنعت هفت تپه؟ حکومت کشتار یا خودش دار میزنه یا زندگی رو چنان سخت میکنه که کارگر هفت تپه خودش رو دار بزنه؟ رضا آل کثیر رو بر دار خودکشی پیدا کردن. کارگر هفت تپه خودکشی میکنه، اما امید اسد بیگی مدیر عامل هفت تپه که به اتهام قاچاق ارز محاکمه شده و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه رو به نابودی کشیده، داره راست راست میچرخه. فقط یک قلم قاچاق ارزی که اعلام شده 650 میلیون دلاره. این گلپسر راست راست میچرخه، رسانه های حکومتی باش چپ و راست با خودش و با بابا جونش مصاحبه میکنن. رضا آل کثیر کارگر که حقوق ناچیزش رو قطع میکنن و اخراجش میکنن تا یه سفارش شده از بالا رو بیارن جاش سر کار، از گرسنگی و فشار خودشو میکشه. دادستان شوش هم میاد اطلاعیه میده که رضا آل کثیر اصلا کارگر نبوده. مصطفی نظری دادستان شوش در خصوص انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر خودکشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی اخراج از کار اظهار کرد خودکشی کارگر نیشکر هفت تپه صحت ندارد. فردی که اقدام به خودکشی کرد هیچ گونه رابطه استخدامی با شرکت نیشکر هفت تپه نداشته است. کانال مستقل کارگران هفت تپه نوشته است که دادستان شوش آشکارا دروغ میگه. بعد از جان باختن همکار از دست رفته و عزیز ما، دادستان شهرستان شوش سراسیمه دست به تکذیب زد و با وقاحت تمام و به دروغ اعلام کرد ایشان اصلا کارگر شرکت نبوده است. چرا قوه قضاییه در خدمت به خاندان فاسد اسد بیگی که زندگی ده ها هزار خانوار در خوزستان را به بازی گرفتند این همه اصرار دارد؟ چرا قوه قضاییه حتی در مرگ همکاران ما هم به کمک اسد بیگی ها می آید و به نفع آنها تکذیبی صادر می کند؟ آقای رئیسی، دست از آزار و اذیت کارگران هفت تپه بردارید. بر نمی دارند تا مجبور نشوند و تا مجبورشان نکنند بر نمی دارند. تو هر کشوری که به مدنیت رسیده، اگه این اتفاق بیفته، اگه یک کارگر رو اخراج کنند و او بره خودکشی بکنه، همون قدم اول مدیر مجتمع تولیدی و مدیران مربوطه دولتی رو دستگاه قضایی احضار میکنه، پیگیری میکنه برای پاسخگویی. تو ایران اولین قدم قوه قضاییه میشه تکذیب اصل جنایت. تقدیمی این هفته به ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی. رضا تحتکاری خانواده‌اش بود. 3 خواهر فلج داشت با یه برادر فلج. پدرش هم چند ساله که فوت کرده. بعد یه جورایی هم نونابر خانواده بود. 1 ماه توی هفت تپه کار کرد. لحاظ قانونی میگه آقا من قرار دادم مثلا با تو آموزشی بوده. تمام قرارداد شد برو بشین تو خونه. بلایی که سر منو بخشی و اخصری و خیلی آوردن.
و این بند خدا هم هی مراجعه میکنه، میگه مثلا این که اومدم استخدام شدم دارن زنگ گرفتم عقد کردم، چند روز پیشم عقدش بوده. پسر هم دیگه هر سر به خودش تنگ میبینه دیگه، ناامید میشه از همه چی همه جا، میره اون زیر اون شب خودش دار میزنه. یک زور متوجه شدن یه نفر از یه کسایی که مثلا فکر فامیلش این کلگونه هست اون آوردن جاش. روح الله زم متولد پنجم مرداد 1357 خورشیدی، روزنامه‌نگار، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، صبح جمعه 22 آذر ماه 99 در زندان رجای شهر کرج به دار آویخته شد، اعدام شد. روح الله زم فرزند محمد علی زم، معاون پیشین فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و رئیس سابق حوزه هنری انقلاب اسلامی بود. سه روز قبل از اعدام روح الله زم، ارسلان رضایی 28 ساله، مدیر کانال اینستاگرامی خرافات کده، در اتاق محقرش تو ترکیه با چاقو سلاخی شد. خبر قتل ارسلان رضایی رو اول یک کانالی به اسم سپاه سایبری که دارین میبینین منتشر کرد، با چند تا عکس از محل قتل و جسد ارسلان رضایی با چهره کتک خورده زخمی. قتل سیاسی ارسلان رضایی انعکاس چندانی پیدا نکرد، شاید چون کسی نمیشناختش، گرچه کانال خرافات کرده در فضای مجازی کانال شناخته شده بود که ویدیوهای علیه آخوندا و باورهای خرافی منتشر میکرد که خیلی هاشو تو پرده آخر همین برنامه صفحه آخر هم ما بازنشر کردیم و شما دیدیم. واکنش ها به ترور ارسلان رضایی چندان گسترده نبود، شاید به این دلیل هم که سه روز بعد خبر اعدام روح الله زم فضای خبر رو پر کرد. روح الله زم شهروند ایران بود، پناهنده به فرانسه. چهار روز بعد از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشورشون، بدون اطلاع خودش، خانوادهش و وکیلش اعدام شد. پنج ماه بعد از صدور حکم اعدامش با انشای قاضی صلواتی در دادگاه انقلابشون و 14 ماه بعد از دزدیده شدنش در عراق. ببینید، محکوم کردن اعدام یه جورایی مثل عرض تسلیته، عملا کار کرده دیگه ای نداره، مگر اینکه دولت هایی که رابطه شون با جمهوری اسلامی اهمیت داره محکوم کنن و عملا محکوم کنن، یعنی تنبیه کنن. مثال مذاکرات تجاری جمهوری اسلامی با اروپا قرار بود از 24 آذر ماه به مدت 3 روز برگزار بشه. 2 روز قبلش روح الله زم اعدام شد. فرانسه، آلمان، اتریش و ایتالیا اعلام کردند که برای اجلاس تجاری مشترک ایران و اروپا وزیرانشون رو نمیفرسن. وزیر خارجه فرانسه که در توییتر این خبر اعتراض کشورش رو اعلام کرد، هشتگ نه به عادی سازی روابط تجاری رو پایین توییتش گذاشت. همین لغو موقت این نشستی که برای جمهوری اسلامی به دلایل مختلف بسیار اهمیت داره، یعنی هشدار عملی و جدی، یعنی اگه این وحشیگری کاهش پیدا نکنه واکنش ها ممکنه جدی تر بشه و میشه. در آمریکا مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 24 آذر در توییترش نوشت ایالات متحده اعدام ناعادلانه و وحشیانه روح الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی رو که در خارج از مرز توسط حکومت ایران روبوده شد، به شدت محکوم میکند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به قتل و بازداشت بیش از 860 روزنامه‌نگار در 41 سال گذشته توسط رژیم ترور جمهوری اسلامی گفت زم بیرحمی و فساد رژیم ایران را برملا می‌کرد. سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در دولت آینده جو بایدن هم ضمن محکوم کردن اعدام روح الله زم گفت دولت آینده آمریکا در ائتلاف با شرکای خود در برابر اقدامات ضد حقوق بشری رژیم ایران خواهد ایستاد. این موضع مشاور امنیت ملی کاخ سفید دولت آینده آمریکا که از یک ماه دیگه حدوداً
بر سر کار میاد دولت جو بایدن بسیار معنیدار این موضع‌گیری، چون نشون میده که دولت بایدن درباره وحشیگری جمهوری اسلامی علیه مردم سکوت نخواهد کرد. اعدام روح الله زم بدیهی است که با هیچ کدوم از موازین حقوقی و قوانین خود جمهوری اسلامی همخوان نبود. من اصلا نمیخوام درباره این قوانین موازین حقوقی صحبت کنم یا کارشناسی رو بیارم از لحاظ حقوقی بگوید که کجاهای کار ایراد داشته. تجربه 42 سال گذشته کافی است که بدونیم این نظام بر اساس تقدس ولی فقیه و تقدس حکومتی که به قول خمینی بنیانگذارش برای حفظش میشود حتی نماز و روزه رو تعطیل کرد و دروغ گفت، ادامه حیات داره میده. خمینی رسما فتوا داد این رو. خب بنابراین بحث بر سر قانون و این که نمیدونم فلان زندانی سیاسی است یا عقیدتی است یا نمیدونم موازین حقوقی در اجرای فلان حکم دادگاه رعایت شده است یا نشده است یا اصلا حکم دادگاه بر چه اساسی صادر شد، اینا همه در یک نظام قانونمند قابل بحثه، نه تو جمهوری اسلامی. بعد از اعدام روح الله زم، پدرش محمد علی زم در اینستاگرامش نوشت، گفتند فرزندم را به بند عمومی منتقل میکنند، حتی فرصت وصیت ندادند و اعدام کردند. چرا شرایط نوشتن یا بیان وصیت نامه که حق هر مسلمانی است فراهم نشد؟ چه نگرانی از محتوای این وصیت نامه وجود داشته که توانسته خانواده او را از داشتن دستخط روح الله محروم کند؟ چرا متهم از حق اطلاع حکمش محروم نگه داشته شد؟ در ملاقات جمعه 21 آذر 99 بعد از سه روز بعد از اعلان حکم اعدام و یک روز قبل از اجرای اعدام، نه تنها به خانواده ای وی گفته نشد که این آخرین دیدار است، بلکه توسط مسئول پرونده بسیار تاکید شد که الف هرگز نه شما و نه هیچ یک از بچه ها نباید روح الله را از تایید حکمش مطلع کند. ب چندین نوبت تکرار شد روح الله تا دو سه روز دیگر از بند دوی الف اطلاعات سپاه در اوین به بند عمومی منتقل خواهد شد که در آنجا از امکانات بهتر و ملاقات بیشتر برخوردار می شود. پدر روح الله زم نوشته بود که روح الله به او گفته است که به او قول دادن که در صورتی که جلوی دوربین بشینه و آنچه بازجوها می خوان رو بگه، امکان مبادله او را با یک زندانی ایرانی در خارج از کشور فراهم می کنند. محمد علی زن به روح الله گفته که باز هم تو گول خوردی، یعنی دفعه اول گول خوردی اومدی عراق و اسیر شدی و باز هم گول خوردی. اصلا روح الله زن نمی دونست که اون اعتراف هایی که به اصطلاح ازش دارن می گیرن و یه بار میگن فقط بیا جلو وایت بورد تخت سفید صحبت بکن و اینا رو فقط و فقط آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه میبینه، یا نمیدونم یه بار میشونن هیچ دوربین میگن خب بیا اینا رو بگو، و ما همینطور که پدرش میگوید که روح الله قول میدن که وقتی که این ضبط شد فلان ما تو رو مبادله خواهیم کرد با یک زن. اصلا نمیدونسته که اینا پخش شده، پخش میشه و میپرسه از خانواده‌اش روز جمعه وقتی که میرن چند ساعت قبل از اعدام به ملاقاتش که مگه پخش شد چیزی از من پخش شده، و وقتی میشنوه که همون مصاحبه‌ای که به اصطلاح فیلم برداری ازش کردن و جلوی وایت بورد و گفتن ابراهیم رئیسی باید فقط گوش خواهد داد این رو، وقتی میشنوه که از اون تیکه‌ای در آوردن پخش شده خیلی عصبانی میشه. اینها چند ساعت قبل از اعدام نه خودش خبر داره نه خانواده که به ملاقاتش رفتند که چه اتفاقی خواهد افتاد. پدر محمد علی زم در اینستاگرامش نوشت امروز جمعه، بعد از ملاقات روز جمعه آخرین ملاقات، میگه امروز جمعه 21/9/99 حوالی ظهر مسئول پرونده روح الله در اطلاعات سپاه اعلام داشت ساعت 3 میتوانید همراه خانواده با روح الله ملاقات داشته باشید. با حدود 2 ساعت معطلی در سرمای سوزان جلوی در زندان اوین مقارن وقت مغرب به اتاق ملاقات راه یافتیم. دقایقی بعد از دیدار وقت نماز شد. بچه ها و روح الله درخواست جماعت کردند. به قدری نور وجودش را گرفته بود که خجالت کشیدم جلو بایستم.
حتی خواستم عبا بر دوشش بیاندازم، یعنی از او خواستم که پیش نماز بشه تا من و ما به او اقتدا کنیم. اینا معنی داره در فقه شیعه، در اسلام، حتی در روحانیت شیعه اینا معنی داره. نظام مقدس مردمو که از دست داده، داره به سرعت حتی مدیران و کارگزاران و نظریه پردازانش رو از دست میده. سکوت در مقابل ظلم خیانته. این همه جنایت شده، این همه کارا شده. آقا من به من میگن آقا نگو شهید رولا، نخیر میگم شهید رولا، همه بگی شهید رولا، نه به معنی قداس، به معنی اصطلاحی، به معنی که من قتل مظلومم. کسی مظلوم کشته میشه، کسی در راه ناموسش، در راه هدفش، در راه چیز کشته میشه، بالاخره مظلومانه کشته بشه، مظلومانه کشته بشه، شهیده. من تعجب میکنم از اعمال خودمون به همه که چرا یک جوانی را مظلومانه اعدام میکنن و ککمون نمیگذه، ناراحت نمیشیم، چقدر کرخ شدیم. آقای خامنه‌ای باید اینجا از اون استبداد رأی خودش بگذره. تمام این خونها و کشته هایی که شده از 88 بعد همش مسئولش شما هستید جناب آقای خامنه‌ای. امیدوارم خدا نصیبتون کند که یه توبه کنید. میدونید که ما بدخواه کسی نیستیم، ما خیلی خواه هم هستیم. یه توبه نصیبتون کنید، بلکه یه توبه شما اثری داشته باشه در تجدید قانون سیاسی که مردم این مصاحباتی داشته باشن با حاکمانشون در عزل و نسل و خطا انتخابات مشارکت داشته باشن، شهروندان همه اختیار داشته باشن. نه اینکه انتخابات آزاد نباشه، بیانات آزاد نباشه، چه نباشه چه نباشه، خب این میشه این مملکت. این مملکت پر از جنایته و کسانی که ساکتن هیچ عذری ندارن. میگن چرا من ایراد میکنن، میگن چرا رو منبر آقای خامنه‌ای دعا نمی کنی؟ گفتم من دعاوی همه هستم، همه بشر، سلامت جان و جسم همه بشر رو از خدا آرزو دادم. یه آرزو دادم فقط سلامت جسم جان همه، بدخواه کسی نیستم. ولی اگر روی منبر برم از آقای خامنه‌ای حرف بزنم چیز کنم، امضای همه جنایت هاست، چون آقای خامنه‌ای در تمام جریانات مملکت از ریز و درشت خبر داره. بنابراین مسئول. بالاخره ما همه مقصریم. از صدر زین، نجف، کربلا، حوزه های نجف، حوزه های کربلا، مشهد، قم، همه حوزه ها، همه علما، همه دانشگاهیان، همه مسئولیم و جواب خدا را نداریم. از چه میترسیم؟ یه روز آمدیم دنیا؟ یه روز آمدیم به این دنیا و یه روز هم از این دنیا میریم. آیت الله محمود امجد بودن، ایشون استاد اخلاق حوزه های علمیه و پیشنماز مسجد کوی دانشگاه تهران. ایشون در همین صحبت هایی که شما شنیدین، طولانی تر بود که خب فرصت برنامه زنده میده همش رو پخش بکنیم، ایشون گفتن که من تعجب میکنم که دفتر آیت الله سیستانی نمیاد موضع بگیره در باره اعدام روح الله زم، با توجه به اینکه با سوء استفاده از دفتر آیت الله سیستانی یا از نام دفتر آیت الله سیستانی روح الله زم رو کشوندن به عراق و در واقع این دام رو گستردن و او در این دام اطلاعات سپاه افتاد. اینها دفتر آیت الله سیستانی بیانیه داد بعد از این صحبت های آیت الله امجد. این دفتر در پاسخ به این صحبت ها در پایگاه خبری شفقنا منتشر کرده است که این اطلاعیه رو گفته است که در سفر زم به عراق و دستگیری او هیچ نقشی نداشته است. همچنین دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد که در تماس با مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران از آنان خواسته توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند. بر اساس این اطلاعیه جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران و داماد او روز 30 مهر
40 روز قبل از اعدام با ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دیدار کرده است. در اطلاعیه دفتر آیت الله سیستانی البته به جزئیات این دیدار اشاره نشده و تا الان گفته نشده بود، اصلا جایی منتشر نشده بود که این دیدار صورت گرفته. این دفتر روز 24 مهر اعلام کرده بود، فقط اینو اعلام کرده بود که روح الله عظم هیچگاه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این دفتر نداشته و کسی درخواست ملاقات برای او نکرده و از آمدن و یا نیامدنش به عراق نیز هیچ گونه اطلاعی نداریم. این در واقع هم در پاسخ است به دیگه قضاوت با خودتون، هم در پاسخ است به آیت الله محمود امجد که بخش از صحبتاشون رو شنیدید و هم در پاسخ به این زنی که گفته می شود دفتر آیت الله سیستانی یه جورایی محل نفوذ اطلاعات سپاه پاسداران بوده است و از اون طریق در واقع دام گستری برای روح الله عظم کمک شده است. باری عرض کردم که به یه عده از آقازاده‌هایی میخوام بپردازم در این برنامه که روح الله عظم میتوانست هر کدام از اینها باشه و نخواست و اینها به این دلیل میپردازم که فقط گزارش حال نیست، اینها به هر حال بیان ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاست. بخشی از این افرادی رو که معرفی میکنم یه تعدادشون قبلا یا از بنده شنیدید یا در برنامه‌های دیگران، ولی قطعا تعدادی رو برای نخستین باره که عرض میکنم خدمتتون. محمد رضا عارف رو که میشناسین، وزیر پست تلفن دور اول ریاست جمهوری خاتمی و معاون اول رئیس جمهور در دور دوم ریاست جمهوریش و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی دوره پیش، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نشون. ایشون گلپسری دارن به اسم حمیدرضا عارف که اونم احتمالاً میشناسید، متولد 1357، هم سن روح الله عظم اگر زم زنده بود. میگوید خود این شخص گلپسر، میگه من از سال 80 تا امروز یعنی 23 سالگی حداقل 4 شرکت اقتصادی رو اندازی کردم که فعالند. برای مثال در سال 2004 شرکت MTN آفریقای جنوبی رو که در ایران توانست اولین اپراتور خصوصی تلفن همراه کشور ایرانسل را راه اندازی کند و شاید مهمترین پروژه خصوصی سازی در این کشور بوده را به کشور آوردم. در این سن کم افتخار میکنم که توانستم یک شرکت بزرگ و قوی خارجی رو با توانایی های شخصی به ایران بیاورم. توانایی های شخصیش چه بوده؟ من یه چیزی رو اینجا بگم. بالاخره اون کسی که توانایی داشته به این نقطه رسیده حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. بله، این ژن کاری نداریم که یعنی پول و امکانات بابا جون که همون موقع که ایرانسل و ایشون آوردن ایران به گفته خودشون باباشون وزیر پست تلگراف تلفن بود، مسئول برنامه ریزی سازمان برنامه بودجه کشور بود، مسئول برنامه ریزی بود و این ژن خوبی که میگه، برای مثال سریع بخوام بگم، برای مثال در مورد مثلا بچه های محسن رضایی میرقائد دبیر مادام العمر مجمع تشخیص مصلحت نظام چجوری مصداق پیدا میکنه؟ یکیشون میشه مثل روح الله عظم، یکی دیگرشون میشه مثل حمیدرضا عارف. پسر بزرگتر احمد رضایی میرقائد 22 سالشه که میره آمریکا پناهنده میشه. سال 77 بعد از قطعهای سیاسی پاییز اون سال گفتگوی داشت احمد رضایی با صدای آمریکا. تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خودشون بوده و دستور خودشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشن و بعداً اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کجندیش یا تندرو که به یک شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه، در حالی که تا
تمام این افرادی که قاتلینی که برای این موضوع اقدام کردن همه اینا در دست این حکم شرعی داشتن، اجازه داشتن که اگر روزی اتفاقی هم براشون بیفته خودشون رو به کشورهای دیگه برسونن یا در همون ایران بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، اما مخفیانه. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام است. شاید 4 سال پیش 5 سال پیش برای جوانها فقط بحث جمهوری اسلامی بود، خیلی ها اعتقاد به اسلام داشتن، ولی امروز بحث از جمهوری اسلامی هم فراتر رفته، بحث به اسلام رسیده و حتی از اسلام هم فراتر به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوانها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشن، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری. و مردم ایران من مطمئنم که موفق خواهند بود. جسد احمد رضایی رو در 22 آبان 90 توی یکی از اتاقهای طبقه 18 هتل گلوریای دبی پیدا میکنن. مثل احمد رضایی در 42 سال گذشته کم داشتیم تو به اصطلاح آقازاده ها. سالهای اول انقلاب بودن فرزندان روحانیون حکومتی که عضو سازمانهای چریکی مخالف حکومت جمهوری اسلامی بودن و کشته شدن. باباهاشون هم یا حکم اعدامشون رو دادن، مثل گیلانی که جای خلخالی شده بود دادستان انقلاب بعدش، یا مثل احمد جنتی همزاد نوح پیامبر نذر کرد که بچهشو بگیرن بکشن. اینا یه همچین موجوداتی بودن از اول. ولی عرضم این است که در 2-3 دهه پیش، مثلا دهه 70 به این طرف، کمتر میبینیم آقازاده هایی رو که حساسیت نشون بدن به جنایت هایی که هر روز داره اتفاق میفته و پدرانشون در این جنایت ها به هر حال سهیمن، ترجیح بدن رانت بابا جونشون و قرض زدنشون در پول بی حساب دزدیده شده از سفره مردم رو به اینکه چششون رو باز کنن و حساسیت نشون بدن به این وضعیت مردم و به این جنایت ها. روح الله عز هم میتونست مثل احمد رضایی نباشه، میتونست مثل داداش احمد رضایی باشه، علی رضایی. معاونت اطلاع رسانی، معاونت بین الملل و اداره کل پژوهش بخش هایی هستند که با ادغام شدن در یکدیگر محسن رضایی مسئولیت آنها را به پسر خود سپرده و علی رضایی هم اکنون معاون امور بین الملل پژوهش و اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بود البته سال 98 استعفا داد که بشه نماینده مجلس. این پسر کوچکتر از احمد رضایی است، بشه نماینده مجلس نشد. باباش زنش داد به خانواده خمینی، سیده هدا طباطبایی، نتیجه روح الله خمینی، دختر لیلی بروجردی که با موسی صدر هم فامیل میشن. علی رضایی میرقائد که هنوز در دهه سوم عمرش داره سیر میکنه، پسر دوم محسن رضایی، کوچکتر از احمد، عرض کردم که کشتنش، رئیس هیئت مدیره و صاحب امتیاز و مدیر مسئول مؤسسه فرهنگ هنری ملت تابناک ماست که همین سایت پر دغدغه و پروپیمون و پر دروغ البته تابناک و روزنامه تابناک مال همین مؤسسه است. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو، قائم مقام دفتر باباشه، یعنی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از این چیزا. بذارین یه مروری بکنیم بر فرزندان مدیران و مسئولان حکومت که روح الله عزم عرض کردم میتونست یکی از همین ها باشه. اگه میخواستیم مرور رو پشت هم میریم جلو، چند تاشون که در اروپا و آمریکان، یکشون نوه آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان. مخصوصا اول این خارجی ها رو میگم چون روح الله هم در پاریس بود، در فرانسه پناهنده بود، حالا اینا که پناهنده نیستن. اینا که نوه آیت الله محمد یزدی که این اواخر هم مرد متاسفانه بدون حساب پس دادن،
خانم زهرا تخشید که یعنی دختر محمد رضا تخشید استادیار گروه روابط بین الملل و رئیس دانشگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آقای تخشید با دختر با سبیه به قول خودشون آیت الله یزدی ازدواج کردن. یکی از محصولاتشون این زهرا خانم. زهرا خانم در دانشگاه حقوق دانشگاه نیویورک فورد هام فکر میکنم بله تحصیل میکنه یا نمیدونم میکرده. به هر حال یه مدت خیلی سر صدا کرد این آدم به خاطر پستای لاکچری از زندگی خوشش که میذاشت در فضای مجازی از مناظر شهر نیویورک. یکی دیگه از این خانم ها لیلا خاتمی، دختر بزرگ حجت الاسلام محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات به قول خودشون. ایشون در ایران دکترا میگیرن، مهاجر میشن در آمریکا و میشن استادیار ریاضی توی کالجی تو نیویورک. اینا خرج تحصیلشون و اقامتشون و اینها رو گران هم هست خرج تحصیل در آمریکا. اینا از کجا میارن؟ اون آخوند پنجزاری قبل از انقلاب که نمیتونست بچه‌شو به شهر دیگه بفرسته. حتی که این چپ و راستم بیان ایران و برن و هیچ حس قربت هم نداشته باشن، برخلاف میلیون ها ایرانی گریخته از دست این حکومت ترور. یکی دیگرشون این عزیزکرده ها فاطمه لاریجانی. واشنگتن تایمز در گزارش با اشاره به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که آمریکا را بزرگترین تهدید برای همه جهان میخواند نوشت دختر علی لاریجانی یعنی فاطمه اردشیر لاریجانی در اوهایو اولین سال دوره رزیدنسی پزشکی خود را در امنیت کامل میگذراند. چقدر شهریش نمیدونم، ولی دانشگاه پزشکی کلیولند خیلی گرونه. واشنگتن تایمز درباره گلپسر معصومه ابتکار هم نوشته عیسی هاشمی دانشجوی دکترای دانشکده روانشناسی شعبه لس آنجلس، مادرش که میدونید دیگه کی بوده و اینقدر درباره‌اش صحبت شده که دیگه بگذریم. احسان نوبخت استادیار یعنی پسر جناب آقای نوبخت، علی نوبخت نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، علی نوبخت برادر من باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه است که احسان و نیلوفر دو تا بچهای علی نوبختن، هر دو در آمریکا عرض کردم هم درس میخونن پول درسشون رو میدن هم زندگی میکنن لاکچری، هم هر دو سه ماه یه بار میرن ایران و میان. و یکی دیگه شون علی فریدون برادرزاده حسن روحانی است که پدر علی همون حسین فریدون برادر حاج حسن رئیس جمهوره که بهش 5 سال زندان دادن دلیل مثلا گفتن دزدی و اختلاس و اینا. که باری علی فریدون مهندس در یک کمپانی آموزشی در نیویورک. کلی آدم هم هستن که بردن و میبرن و میخورن و اینا و همین الان مثلا باباهاشون یا عموجوناشون یا داییجوناشون اینا همین الان لزومن کاری نیستن. خیلی هاشون نماینده مجلس بودن که همیشه میگم زور میزنن اینا برن تو مجلس، بعد براشون کلاس آموزشی میذارن که قوانین چیه و در مجلس اصلا نماینده یعنی کی و چی کار باید کرد و اینا. دلیلش همینه. ببینید یکیشون توی یک برنامه هم گفتم پوستین دوز در سال 1188 زمان احمدی نژاد شد مدیر عامل گروه قدرت‌سازی سایپا. پوستین دوز در کنار علی اکبر جوانفکر، محمد شریف ملکزاده، امیررضا بقایی، محمد رضا رحیمی، عبدالرضا داوری، عباس امیریفر از یاران نزدیک و عوامل اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت در دولت احمدی نژاد بود. بعد از برکناری از مدیر عاملی سایپا بلافاصله میشه مدیر عامل شرکت ملی مس.
بعد در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد به اتهام خروج غیرقانونی پول بازداشت میشه، روانه زندان میشه، در اوایل دی ماه همون سال با قرار وثیقه آزاد میشه. این باباش. خب گل پسرش که عارف پوستین دوز در لاس وگاس ساکنه، وقتی بچه دبیرستانی بود همون باباش فرستادش آمریکا برای مثلا تحصیل علم، و داریم میبینین دیگه کامارو و چه میدونم اینا. بله بله، احسان تحیری که داره با بوگاتیاش به ریش مردم ایران و جوانای همسن و سال خودش میخنده، رفته کالیفرنیا یا آمریکا، احتمالا بعد از اینکه بوگاتی مخصوص بیژن طراح در گذشته رو به 1,700,000 دلار خریده، فقط یکی از این ماشینا این عکسو گرفته. احسان جون گلپسر گروبان شمسعلی تحیری است که بعد از انقلاب شد سردار علی تحیری، مالک صرافی ارز ایران، که تو این چند سال اخیر پایین بالا رفتن قیمت ارز، اینا ارتباطشون با شرکت‌های پتروشیمی خیلی زیاده و چه میدونم چقدر بگم، اینا در آوردن از طریق این صرافی با انتقال مثلا ارز، و خب ارز دزدی هم که قاچاق ارز هم که تو ایران یکی از رایج‌ترین قاچاق‌ها در میان مسئولان جمهوری اسلامی و اطرافیانشون. سید مهدی صدر ساداتی، روحانی افشاگر جوان، نوشته با مایه طنز البته، نوشته سرداری که از ارتش شاهنشاه به سمت انقلابیون برگشت و در سال 1399 درگذشت، یعنی علی تحیری، ایشان در صنعت پتروشیمی، مواد غذایی، ساختمان و خصوصا در صنعت صرافی وارد شد و گرچه توفیق شهادت پیدا نکرد و در جبهه جنگ درهای بهشت بر او باز نشد، اما در زمینه اقتصادی و معیشت به بهشت دنیایی نائل شد. شمسعلی یا همان سردار مصطفی تحیری یا علی علی تحیری در کناره، نمیدونم عکسشو با رفیق دوست نشون دادیم یا نه، من سرم پایین بود ندیدم، مثلا اینا در کنار سردار محسن رفیق دوست یه عکسی داشت که خیلی جالب بود. اینا محافظان خمینی بودن، خود دوتاشون وقتی که خمینی از پاریس آمد به فرودگاه مهرآباد و بعد با ماشین آوردنش بهشت تهرا، اینا هر دو رفیق گرما به گلستان محافظای اون بودن. کانال مکتوبات که استوریای مهدی صدر ساداتی رو منتشر کرده چند تا عکس از زندگی لاکچری و ثروت بی حساب این سردار حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی رو زده که دارین می‌بینین، و نوشته این پسر اون سردار کنار سیدحسن خمینی و علی شامخانی، نوشته اینا همه عکس‌های زندگی خاندان تحیری است، از کاخ لواسان تا ماشین‌های میلیاردی با جت‌های شخصی و وضعیت ارتباطات خاص سیاسی با گروه‌های برخوردار از همه چیز. سردار تحیری، سردار ساده سپاه، چطور و از چه طریقی به چنین ثروت هنگفتی رسید؟ این ثروت‌ها چه نسبتی با انقلاب اسلامی داشت؟ اصلاً چرا انقلاب کردیم؟ یکی از گلپسرهای امام بسر حمید یزدی است، دایی زهرا تخشید، نوه آیت الله یزدی که گفتم نیویورکه. حمید یزدی هم ثروت داره چون افتاده به جون جنگل‌های شمال، هم قدرت داره چون امام بسر آخونده. یزدی رئیس قانونی نزاییه، در زمان تصدیه خودش مجددن نامه یزدی برده بیمیزه که آجد واقعی فروزش حمیدمون بیکار است. ترتیبی اتخاصن رایی که از جنگل های شما جرد سادراتشو برمن گرده آقای حمید و آقای یزدی، پسر آقای یزدی رو این کل رو ده یاسد اوگه از این رو اون مهده و جنگل های شما رو به تاراج بردن درفتن نستادش هست. بعد این حمید آقای یزدی، حجت الاسلام ببخشید، به جای باباش میره رو صندلی نمایندگی مجلس خبرگان میشینه. همینطوری هفتمین اجلاسیه دور چهارم مجلس خبرگان رهبری حدود ساعت 8:40 صبح روز سه‌شنبه با تلاوت آیات چند از قرآن کریم آغاز شد. یکی از نکات قابل توجه در این جلسه غیبت آیت الله محمد یزدی بود. البته فرزند ایشان در این جلسه
حاضر بود. رئیس مجلس خبرگان مهدوی کنی بود اون موقع. در این باره گفت حتما باید این ابراز تأسف را بکنیم که آیت الله یزدی نمیتواند در این جلسه شرکت کند و البته فرزندشان در اینجا حضور دارند. فرزندشان چه کارن که تو مجلس رو صندلی باباشون نمایندگی میشینن؟ ایشون هم تو انتخابات مجلس خبرگانتون انتخاب شدن؟ جز اینکه با رانت باباشون که از یاران صدیق امام خمینی بود چند تا کارخونه چوب دارن، با بدوستون با خانواده نور مفیدی نماینده رهبر معظم در استان مازندران، همه چیشون کشکه ها. یعنی وقتی میگیری میبینی آخونده تو حجره نشسته داره صحبت میکنه، این یعنی به جای اینکه تو مجلس مثلا ببینین این آدم سید مصطفی نور مفیدیه، این قولتشن امامه به سر. سید مصطفی نور مفیدی شبکه های متعدد در گرگان تأسیس کرده و مزنون به جنگل خاری در این استان. رئیس هیئت مدیره بنیاد نور گرگان، عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی میرداماد گرگان، عضو هیئت مدیره شایان راه گلستان، عضو هیئت مدیره کیمیا روکش گرگان، عضو هیئت مدیره تخت فشرده ممتاز گرگان، همه اینا محصولات چوبای جنگلیه که اینا میرن. عضو هیئت مدیره کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان، اون ریش سفید باباش این جلوی خودشه، اون یه ریش سفید نماینده ولی فقیه اینم خودشه، اینم گل پسرشه، گل چه گلی. ببینید زن آقا مصطفی، حاج آقا مصطفی چه میدونم، نور مفیدی کیه؟ الهام موحدی. اون کیه؟ اون آبجی علیرضا موحدیه. علیرضا موحدی که پسر رحمت الله موحدی رئیس سابق اتاق بازرگانی استان گرگان. همشون با دور هم. علیرضا موحدی که از ابر بدهکاران بانکی است در پرونده بانک سرمایه، از کشور فرار کرده است. میگن 16000 میلیارد تومان، بیش از 16000 میلیارد تومان رقم اختلاس و دزدی در بانک سرمایه است و محمد رضا جهانبانی از متهمان اصلی این پرونده است. در شرکت ساختمانی اقامت با دو نفر دیگه شریک بوده. کیه؟ عمار صالحی، پسر سرلشکر صالحی، فرمانده پیشین ارتش. این کمترین مو نداره، این بر عینکی چیز عمار صالحی، اون وسط هم که باباشه، اونم که محمد شریعت مداری آشنای خاص و عام. بله، یکی از این شرکای آقای محمد رضا جهانبانی از متهمان اصلی دزدی بانک سرمایه، یکشون همین عمار صالحی و یکی دیگه پسر محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، محسن جعفری نجف آبادی. ببینید شبکه های شرکتی این دوتا گلپسر، دو شرکت ساختمانی اقامت و اقتصاد ژرف آرمانی است که با پسر سردار حسن پلارک، دستیار قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه، شرکت بازرگانی کاسپیان آتی سبا رو زدن. فرصت نیست که من تک تک این شرکت ها رو بگم، چند تاشون سوریه، فقط داره پولشویی و قاچاق ارز استفاده میشه. اینا گلپسرهای فرمانده سابق ارتش و سپاه رو هر کدوم 10 سال زندان براشون بریدن، اما هیچ کس ندانست که اینان کجا هستند. یکی از انتصابایی که مربوط به همین گلپسراست که آدم نمیدونه واقعا بخنده یا گریه کنه، انتصاب نوه کسی است که میگفت نوروز باید حذف بشه از تقویم. نوه این میشه مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی. ظهیر مطهری، نوه آیت الله مطهری، برادرزاده علی مطهری، طی حکم از سوی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به سمت سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی منصوب شد. چند سالشه؟ 35 سالشه. سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی. تجربه کار این گلپسر چیه؟
سال 92 شده بود مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی. چرا؟ چون بابا بزرگش بعد و بیرا میگفت به مردمی که نوروز رو برگزار میکنه و میراث فرهنگیشون رو پاس میدارند. 40 سال بعد نوشو میکنن مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی کشور. روز اول فروردین ما هم نهزد بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ما از این نهز بخویم خارج بشیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون سبزار بریم گره بزنیم از نهز خارج بشیم؟ با سمن و پختن از نهز خارج بشیم؟ با سبزه ها را در روز 13 از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشیم بیچاره. خب جناب ظهیر مطهری که شدن مدیر کل امور استانهای سازمان میراث فرهنگی و شدن سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری داخلی، نوه همین از آیت الله مطهری هم که شنیدین لحن و بیان و کل فرمایشاتشون و ادبیاتشون همه چون از این آیت الله زاده ها. یه نمونه دیگه بگم و بگذرم. حامد مجتهدی تهرانی، نوه آیت الله مجتهدی تهرانی، زمان شهرداری قالیباف 25 سالش بود، شد شهردار منطقه 6 تهران. چیکاره بود؟ تجربه مدیریتی، تحصیلات، چیکاره بود؟ رپر بود، خواننده رپ بود. آیت الله مجتهدی تهرانی از دوستای خانوادگی رهبر معظم بودن، ایشون که البته مردن متاسفانه. سالها ایشون به گلپسرهای آقا امام خامنه‌ای درس میدادن که الان میبینید دورش رو حلقه کرده بودن، نشسته بودن. نوه خواننده رپ بوده، گفتن دست بردن این قرتی بازی ها، برو شهردار بشو، میذاریم شهردار نایشیش تهران. خب فرصت بسیار کم داریم، من از بسیاری از اینا میگذرم، میریم سراغ چه وقت داریم؟ 3-4 دقیقه. خب میریم سراغ بله محمد حسین چمران. محمد حسین چمران گلپسر مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران که از مهر ماه سال 94 به سمت سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شد. چرا منصوب شد؟ یاشار سلطانی در یادداشتی در معماری نیوز نوشت که به دلیل همین یادداشت هم میرن از چما قالیباف و مهدی چمران از یاشار سلطانی شکایت کردن و معماری نیوز و هستن از این داستانا. نوشت که پسر مهدی چمران متولد سال 66 در مهر 94 به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شد. این انتصاب فقط یک ماه قبل از حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد در صحن غیرعلنی شورای شهر تهران انجام شد، شورایی که ریاستش رو مهدی چمران بر عهده دارد. دیگه پیدا کنیم پرتغال فروش شد دیگه، میخواستن از حسابرسی کنن از اراضی. یعنی ببینید دو سره سود میکنن، هم به گل پسرشون که قطعا شایستگی ندارد، شو این همه آدم شایسته در ایرانن، به شغل نون آبدار میدن، هم کل اراضی عباس آباد رو تو چنگ خودشون میگیرن. من در این فرصت کوتاه دوباره ببینم به چند تا از اینا میرسم. به محمد حسین حجازی اجازه بدیم بپردازیم. علی اصغر حجازی یکی از قدرتمندترین آدمای بیت رهبر معظم گلپسرش محمد حسین حجازی در 19 سالگی به عنوان 19 سالش مدیر عامل مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در با مدرک دیپلم در 20 سالگی به عنوان دبیر اجرایی ستاد نمایش چهره‌های ماندگار، در سن 21 سالگی به عنوان واقعا توهین به چهره‌های ماندگار، در سن 21 سالگی به عنوان عضو شورای راهبردی گروه اجتماعی شبکه 2 سیمای آقایون، یعنی باباش از طریق این گل پسره که میاد شبکه 2 سیما رو کنترل میکنه و گروه اجتماعیش رو کنترل میکنه. همین گل پسر ممد حسین حجازی در 31 سالگی میشود مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نوسازی عباس آباد، همون نوندنی مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران. همون سال ممد حسین حجازی میشود شریک شرکت مشاوره آبادگران بهین تدبیر که با وزارت ارتباطات و هواپیمایی هما و یه سری شرکت‌های معظم دولتی و غیر دولتی کار میکنه و یه شرکت شرخری
بدهی های بانک ها رو میرن وصول میکنن، درصد چو برمیدارن. عضو هیئت مدیره شرکت شهرخریه که اتفاقا بزرگترین آنهاست، اندیشه بهساز بانک ملت، حضور محمد حسین اعجازی با مدرک کارشناس مدیریت فرهنگی در این شرکت که فعالیت حقوقی دارد، عملا دلیلی جز استفاده از رانت سیاسی و امنیتی باباش در دفتر رهبر جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه. خب فرصت چقدر داریم؟ میریم سراغ انتخابات شورای شهر تهران بود سال 93. ببینید این گل پسرا همه جمع بودن و روح الله زمان میتونست تو جمع همینا باشه، هم سناش دقیقا، متولدای 57. پسر محمد رضا عارف، پسر محمد نهاوندیان، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، برادر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف، برادر عباس عراقچی مذاکره کننده هسته‌ای، داماد محمد شریعت مداری هادی رضوی، برادر سعید حجاریان تئوریسین اصلاحاتشون، اینا همه چون از به ویژه در دهه 90، یعنی با نسل سوم بعد از انقلاب، با این گلپسرا، اینا تمام تلاششون اینه که بخش خصوصی رو به اصطلاح در چنگ خودشون بگیرن. برای همین میرن تو اتاق بازرگانی نامزد میشن، میخوان اونجا کله گنده بشه. روح الله زم هم میتوانست یکی از اینها باشد و نخواست. بریم پرده آخر. الان دارن چقدر میدن؟ آقای محمدی میگفت من که رئیس سازمان شدم ایناس ماهی یا سالی 3000 تومان میدادن. گفت من خیلی مدیر قوی بودم که این ضرب در 10 کردم، گفتم 30000 تومان بگید. مغازه صفایی وقت داره طرف ماهی 30000 تومان میده. واقعاتون میشه؟ من طلبه تو نه تو آب و این کاری کن اون این کاری کن. برادر من میخوام امام قوم باشم. من میخوام لشکر داشته باشم بزنم تو دهن آمریکا خرج کنم. بعد با این شهری من میتونم لشکر بسازم؟ با این آخه من میتونم این کاری بکنم؟ تئوری رو اصلا از بد جایی داریم شروع میکنیم. من یه سالی اول کاری پرسیدم، گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردرهای زمانشون هستن. اینم متولد 57. میدانید روح الله عزم میتوانست به جای این هم باشد و مثل بقیه گلپسرا لعنت اکثریت جمعیت 85 میلیونی ایرانو که در رنج زندگی میکنن همراه خودش داشته باشه. شب و روزگار خوش.